رادیو همراه. بفرمایید. سلام آقای دکتر. سلام، بفرمایید. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار من گذاشتید و با عرض معذرت از اینکه من سرما خوردم و صدام خیلی خوب در نمیاد، میخواستم سوالی بکنم ازتون در مورد اضافه وزن. من 52 سال دارم و تقریبا تمام زندگیم و من جنگیدم با این مسئله اضافه وزن. هیچ وقت توی عمرم آدم لاغری نبودم، ولی تا 15 سال پیش تقریبا وزنم قابل کنترل بود و این 15 سال اخیر خب یه دفعه خیلی بیشتر از همیشه شد، و ولی با وجود این آدم هستم که تحرکم و دارم، خیلی مشکلی ندارم، تا اینکه خب به حال با سن 52 سال و اضافه وزن کم کم استخون درد و این مشکلات سلامتی به سراغ آدم. حالا چقدر مربوطه؟ نمیدونم استخون درد به اون مربوطه، ممکنه من بفهم. چقدر فکر کنید وزن مطلوب که و سالم شما چقدره؟ حدودا چقدر شما اضافه ده؟ 30 کیلو. حدودا 30 کیلو اضافه. 5 کیلو شاید. خب 25 کیلو اضافه دارید، خب اضافه وزنه و اضافه وزن جدی هم هست. بله همینطوره. خب حالا بله، حالا موضوع و مسئله چیه؟ خب تکلیف که روشنه، باید این وزن رو کاهش بدید. من نمیدونم کجا هستید و خوشبختانه امروز تکنیک های وجود داره که خیلی ساده و راحت تر از گذشته میتونه به شما کنه، به شما کمک کنه بدونی که آسیبی بزنه، و ضمناً به هر حال ماجرای سلامتیتون، زیباییتون، همه اینا هم مطرحه. ولی مجبورم قبلش فقط به یه نکته بگم که اصولا گرفتن رژیم و نخوردن با وجود بودن غذا یه عمل ضد قاعده و قانون طبیعت و مغز من و شماست که 300-400 میلیون سال همیشه دنبال این بوده که غذا پیدا کنه وقتی مثلا گرسنه است و بخوره. با حالا دادن بهش این پیام که با وجودی که گرسنه هستی و غذا هست نخور، خیلی لجبازی بدیست با طبیعت. و به همین جد است که شاید بعد از ماجرای خیال کردن بدترین اعتیاد انسانی است و بسیاری هم گیرش هستند و گرفتار. بله کاملا درست میفرمایید، و منم تمام تکنیک هایی که بوده، یعنی دور و برم بوده، انجام دادم. هر مدل رژیم، هر مدل مدیتیشن، هر چی که شما بگین، و تنها چیزی که بیشتر از همه کمکم کرده همون مسئله جلو آینه وایستادن با خودت حرف زدنیه که شما همیشه میفرمایید، اونم کمک کرده تا حدودی. ولی من اواخر به فکر این افتادم که معدم رو کوچیک بکنم، و با توجه به اینکه سفری که به ایران داشتم، اونجا خیلی از آشناها اینا این کار انجام داده بودن و موفق بودن، و اینکه اصولا من خودم فوق العاده آدم ترسوی هستم، و بعد از کلی این ور اون ور کردن ها که از نظر فیزیکی و از نظر عمل و اینا تونستم به خودم، یعنی با خودم کنار بیام و تصمیم گرفتم که این عمل رو من انجام بدم، این اواخر من یه سه هفته دچار معده درد خیلی شدید شدم که این هلیکوباکتر داشتم، و خب خوردن هر چیز کوچیکی باعث درد شدید میشد توی معده من. و بعد من دیدم با وجود اینکه من میدونم که اگر که الان یه تیکه نون رو بخورم دل درد میشم، ولی نمیتونستم خودم رو کنترل کنم و نخورم. یعنی این جلوی خودم رو گرفتن، همینطور که شما میفهمید که ضد عمل طبیعی بدن هستش، با وجود اینکه میدونستم درد میگیره و بعد درد رو تحمل میکردم، ولی با وجود این من از غذا نمیتونستم بگذرم. و الان با توجه به اینکه حالا وقتی که معده کوچیک بشه در اصل، نه بذار من یه چیز کوچولو خدمتتون عرض کنم. صبر کنید، دو سه تا نکته. البته یک، من به هیچ وجه نه تنها کار و تخصصم نیست، آگاهی های معمول رو که بیشتر مردمم دارن ندارم، ولی چند تا نکته رو میدونم چون دربارش شنیدم. اولا این کار به هر حال بستن تا حدودی قسمتی از ورودیه معده رو متاسفانه نشون میده میتونه مسائل مشکلاتی به وجود بیاره، و چون به هر حال یه دخالت جدی است در یک
پدیده کاملا طبیعی، بسیاری ازش پشیمانن و باش مشکل و مسئله دارن و تازه زمینه های روانی مربوط به اون رو نتونستن حل کنن. بنابراین من شنیدم، تکرار میکنم، من شنیدم که اصلا با پیدا شدن یکی دو دارو یا داروهای مرتبط با درجات مختلف امروز میتونن تو این زمینه به شما کمک کنن، یعنی احتیاجی به اون نیست، یعنی این اون راه حلی هست ولی با خطرهاش، ضررهاش و به هر حال غیر عادی بودن و غیر طبیعی بودنش، در حالی که این دومین نیست. و اگر شما به پزشکان داخلی و یا متخصصین مخصوصا غدد، به ویژه آنجا که مربوط به بیماری قند و یا چاقی هست، مراجعه بفرمایید. در این زمینه پیشرفت‌هایی شده ظرف یکی دو سال گذشته، مثلا دارویی با درجات مختلف پیدا شده که بسیاری رو کمک کرده، یعنی صحبت از حتی میلیون ها نفر در امریکاست که در شرایط عادی عمل کردن. ولی بسیاری از اوقات عزیز ماجرای اضافه وزن صرف نظر از زمینه روانیش برمیگرده، فرض کنید، به غده تیروئید، برمیگرده به نوعی واکنش های جهاز هاضمه و یا سرعت نوعی دستگاه گوارش آهستگیش و خیلی چیزای دیگه. یعنی میخوام اینو عرض کنم که ابتدا بدون واقعا یه ارزیابی پزشکی کاری نکنید. اگر به نظرشون همه چیز عادی آمد، این راه‌ها و روش‌هایی که فرض کنید الان دو تا از این عزیزان، خانم جعفرودی یا آقای دکتر فریبرز، ای داده بر من، حتما نامشون به خاطرم میاد، من از این بابت متاسفم، که توان اینو دارن که شما رو کمک کنن. چون در اینجا اولا یک، سلامتی شما و یا آسیب به بدنتون نمیخوره، نوعی از دایت اصطلاح کراش دایت که غالب اوقات مسئله آفرینه نداره، دگرگونی هایی به وجود نمیارن، انرژی شما رو کم نمیکنه، خستگی رو بهتون نمیده، احساس گرسنگی نمیکنه. آقای دکتر وزیری رو عرض میکردم، من چون آشنا هستم با این عزیزان و صدها نفری دیدم که رفتند و به هر حال اون وزن رو کم کردن بدون به حال جدالی با خودشون. چون وقتی شما با توجه به توصیه های اونها سیرید و یه اصولی رو رعایت میکنید، کمی بهش عادت میکنید، بعد فرض کنید حتی معده شما کوچکتر میشه، متابولیسم شما افزایش پیدا میکنه، جریانات جهاز هاضمه شما دگرگون میشه، این دوستان از آخرین پیشرفت‌های علمی استفاده کردن. و باز جمله رو تکرار میکنم، در یه مدت نسبتاً کوتاهی وزنی رو شما از دست میدید و بعداً عادتهایی رو برای شما به وجود میارن که اون از دست دادن وزن رو و یا نداشتنش رو بعد از اون بتونید اداره کنید. چون به نظر میرسه که وزن ما مثل یه ترموستاتی است که مثلا بین 68 تا 72 درجه فارنهایت حرکت میکنه و خیلی بازی کردن با اون ممکن نیست، یعنی به 66 ببرید افزایش حرارت رو موجب میشه، یا اگر از 72 بره 74 سرمایی رو به وجود میاره. جنگ طبیعی است و بعد با توجه به سالها بهش عادت کردیم، مثلا جنبه روانی داره. من در این باره همطور که در آغازم عرض کردم آگاهی و تخصصی اصلا حتی دانایی متوسط رو هم ندارم، ولی با این دوستان مشورت کنید و میتونن کمکتون کنن، برای اینکه خوشبختانه با کاهش وزن هم مشکل فشار خون، هم مشکل برخی از اوقات قند خون یا چربی خون که بزرگترین عوامل برحال بیماری و مرگ من و شما و یا کاهش عمر ما هستن، در اونجا دخالت داره. اینه که من فکر کنم موضوع رو جدی بگیرید، ولی با کمک این عزیزان ابتدا برید از حالتی که به مقدار زیادی حالت عادی و طبیعی داره و شما میتونید وزنتون رو کاهش بدید. من هر وقت آگهی که مال آقای دکتر وزیری است و خانم فرهودم، یکی از این کسانی هستن که اجرا میکنند و برای خودشون تبلیغ میکنند که دوستشون میاد ایشون رو نمیشناسه و میگه لیلا جون، نمیدونم، بعد میگه من لیلا هستم و
و بعدم میگن وای چقدر تو خوشگل و نمیدونم از این چیزا شدید، و من مطمئنم که به هر حال درش رضایت خاطری هم حاصل میشه. یه واقعیت عزیز، یعنی من به جرئت میتونم بگم ده ها، اگر بگم صد ها زیاده، ولی ده ها نفری رو دیدم که رفتن و تونستن وزن خودشون رو به درستی اداره کنن. بعدم توصیه هایی هست، بعدم میشه اون رو به اصطلاح در همون وزن مطلوب و متعادل نگه داشت. یعنی که قبل از اینکه درگیر به نظر من عمل جراحی بشید، چون یه جراحی کاملا سخت و جدی است و بعدش هم برخی از اوقات پیچیدگی‌هایی پیدا میکنه، چه بلافاصله بعد از جراحی چه بعد از اون، من اون رو در حدی که شنیدم توصیه نمی کنم. مثلا وقتی یه راهی وجود داره که بتونه آدم با تغییر نوع زندگیش، نوع تغذیهش و بعدا استفاده از آنچه که به کاهش وزن برای مدتی کمک میکنه، اونم به صورت تدریجی، اونم بدون آسیب زدن به بدن و رسوندن همه اون چیزی که مواد غذایی که لازمه کمک کنه. بنابراین هم از طریق، اگر در یه شهری مانند لس آنجلس، یا فکر کنم خانم جفرودی الان در خارج از ایالت کالیفرنیا هستن، شاید در فلوریدا هستن، ولی به هر حال توصیه هاشون، پیشنهاداتشون، مکمل های غذایی که دارن، خوشبختانه امروز از طریق تلفن و اسکایپ و اینا میتونه صورت بگیره. یعنی که من فکر کنم با یکی از این دو عزیز، خانم دکتر جعفرودی، آقای دکتر فریبرز و مستا وزیری تماسی بگیرید و مطمئن بشید که کمکتون اگر نمیتونن بکنن دنبال اون راحت برید. در همین زمینم هم با این عزیزان مشورت کنید، مطمئنم که به عنوان افراد آگاه. ولی مسئله من الان مسئله جسمیش بکنم، ولی از نظر روانی چی باعث میشه؟ برای اینکه من الان نزدیک 2 ساله به خاطر همین مسئله دارم تراپی میکنم پیش روان شناسی دارم میرم. نه من نبتی چون 2-3 دقیقه وقت دارم، مقصود تو نظر روانی چیه؟ نفهمیدم. ببینین، من وقتی که عصبی میشم مثل یک گرگ درنده از توی من میاد بیرون که فقط با بلعیدن غذا من میتونم. خیلی خب، اونها رو که اون یه بحثی است که میشناسیمش عزیز. و همینجاست که من همیشه نوشتم روی یخچالتون بنویسید البته به زبان انگلیسی Are you angry or angry؟ یعنی گرسنه‌اید یا خشمگینید. علاوه خب اون ماجرا که بحث روانی است. به همینجاست که عرض کردم، بذارید اینجوری خدمتتون عرض کنم، اصلا ارتباط بچه با منبع محبت و ارتباط داشت که با مادرش و خوردنه. در بسیاری از خانواده اصلا از طریق خوردنی که محبت و عشقشون رو نشون میده. بسیاری از خانواده شما گرفتار این هستید که پدر و مادرها از همون بد و تولد تا بعد تو کار تغذیه بچکی عمل کاملا طبیعی است و حیواناتون رو انجام میده، نه بیشتر از حد میخورن، نه اضافه وزنی آنگونه پیدا میکنن، مگر این سگ گربایی که مردیم تو خونه این گونه دمارشون رو دوار ازشون در آوردیم و به این وضع انداختیمشون. با وجودی که بهداشت رعایت نمی‌کنن، با وجودی که مقاومتشون در مقابل بیماری کمتر کمتر مریض میشن. مسئله روانی اینجا بسیار مطرحه. شما اگر فرض کنید تثبیت دهانی اورال فیکسیشن داشته باشید، 5 برابر اینکه رژیم بگیرید کار شما سخت‌تر و مشکل‌تره، برای که منطقه دهان شما مسئله خوردن است. برای بسیاری از اوقات از یه زمینه سنگین افسردگی و نوعی خشم و کینه خبر میده. بسیاری از اوقات از طریق کنترل احساسات و عواطفتونه. اون کاری که میکنید از نظر روانشناسی بسیار بسیار کار درستیه و امیدوارم اگر فرد متخصص باشه بتونید به ریشه‌اش برسید و اون رو حل کنید. ولی در آدمای مختلف بسیار بسیار متفاوته. بسیاری هستن که در وقت شادی میخورن، بسیاری هستن که در وقت غم میخورن، بسیاری آدم ها هستن که در وقت ناامیدی میخورن، بعضی ها تو عصبانیت میخورن. تشخیص اینا مهمه. من متاسفانه با آخر وقت رسیدم و بعدم این مسئله وقتی است که شما زندگیتون رو مطرح کنیم. در این کاری که میکنین با یه روانشناس صحبت کنین بسیار خوبه، ببینید ایشون چیزایی پیدا میکنن که اینا ریشه و منشأش کجاست، ولی به هر حال کمک آنچه که واقعا جنبه پزشکی و علمی و بدنی و فیزیکی داره همچنان میتونه موضوع کمک اصلی و اساسی به شما هم باشه. حالا اگر فکر کردید حرفی من میتونم بزنم یا به نظرتون اومد در یه گفتگوی دیگری با هم داشته باشیم، ولی به هر حال
خوشحال شدم باتون صحبت کردم عزیز. ممنون از لطفتون. تمنا سلامت بخیر. باشید.